روزنامه پیام ما در گزارشی با تیتر بازی با کارت نظارت به بررسی طرحهای تحقیق و تفحصی پرداختی در طول 4 دهه گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و برخی از اونها تصویب شده و تعداد محدودی هم به نتایجی در حد قرائت گزارش در صحن مجلس رسیده. البته جزئیات گزارش روزنامه پیام ما در این زمینه جزئیات گسترده و با دقت بررسی کرده موضوع رو، اما جدولی منتشر کرده به طور خلاصه نشون میده وضعیت رو. به نوشته این روزنامه و بر اساس جدولی که چاپ شده، در مجموع در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی تاکنون حدود 891 طرح تحقیق و تفحص مطرح شده در مجلس که از این تعداد 252 طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون های مربوطه به تصویب رسیده. بعد وقتی که این تعداد راهی صحن علنی مجلس شده، فقط 183 طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده که از این تعداد 143 طرح تحقیق و تفحص براشون هیئت یا کمیته تشکیل شده که میلیاردها تومان در این سالهای اخیر برای هر کدوم از این طرحهای تحقیق و تفحص بودجه هم اختصاص داده شده و در زمانهای مختلف هم به همین نسبت بودجه های کلانی اختصاص پیدا کرده. اما از 143 طرح تحقیق و تفحصی که برای کل هیئت تشکیل شده، 75 مورد به قرائت گزارش نهایی در مجلس منجر شده که از این 75 مورد گزارش تحقیق و تفحص هم 34 مورد به دلیل اینکه جرائمی که درش اتفاق افتاده بوده قابل چشم‌پوشی نبوده ارجاع شده به قوه قضاییه. در هر زمان هم وعده دادن که به اینها رسیدگی خواهد شد. اما ردیف پایانی جدول روزنامه پیام ما نشون میده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگز به هیچ کدوم از این طرحهای تحقیق و تفحصی که از سوی مجلس راهی اونجا شده رسیدگی نکرده و هیچ گزارشی وجود نداره مبنی بر اینکه نتیجه این طرحهای تحقیق و تفحص چه شده. به همین دلیل هست که روزنامه پیام ما این موضوع، یعنی طرحهای تحقیق و تفحص رو، بر تاکید داره که یک کار نمایشی و بازی هست با کارت نظارت در میان جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی و هیچ کدوم در عمل نتیجه‌ای برای مردم نداشته. اشاره دیگر این روزنامه به موضوع طرح تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه اصفهان است که حدود یک ماه پیش در صحن علنی مجلس قرائت شد، البته بخشی از اون بدون اشاره به جزئیات. بعد معلوم شد که در متن گزارش مشخص شده که فسادهای عظیمی صورت گرفته، میلیاردها تومان به ائمه جمعه، به فرماندهان سپاه، به مدیران وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات اصفهان، به دیگر نهادها و به دیگر اشخاص از استاندار و فرماندار و رئیس کلانتری و فرمانده نیروی انتظامی زرین شهر و اصفهان و دیگران پرداخت شده.